با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه 17 ماه سنبله سال 1399 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. سکوت وزارت امور داخله درباره اتهام قاچاق 200 هزار یورو از سوی عبدالحمید شریفی عضو مجلس نمایندگان. نماینده های مردم است که پول قاچاق میکنن، از طرف طلا میخرن میارن یکپا و در کل یک کار غیر قانونی است. رفتار غیر نرمال دونالد ترامپ در دنیای سیاست از دیدگاه امرالله صالحی. رئیس جمهور ترامپ در دنیای سیاست یک پدیده از دید رفتار نو است. برگزاری نخستین نشست اعضای هیئت طالبان در قطر پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانان. 7 نفرش در کابینه سابقه طالبان بودند، بعضشان رئیسان بودند، بعضشان قماندان های نظامی بودند. افزایش 25% برداشت برنج در ولایت هرات. و کنارگیری جمهور از قدرت خواست 100 هزار معترض ضد حکومت در بلاروس. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دبیرخانه مجلس نمایندگان تایید می کند که یک عضو این مجلس هفته پیش به اتهام قاچاق 200 هزار یورو پول نقد در میدان هوای کابل بازداشت شده بود. رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان می گوید که آنان پس از آگاهی درباره بازداشت عبدالحمید شریفی وی را بر بنیاد ماده 102 قانون اساسی آزاد ساختند و اکنون عبدالحمید شریفی باید در این باره به نهادهای عدلی و قضایی رجوع کند. تنها در 7 ماه اخیر سال روان میلادی در میدانهای هوای کشور از ورود و خروج غیر قانونی بیشتر از 600 محموله پول نقد، طلا و سنگ‌های گرانبها به ارزش بیشتر از 11 میلیون دلار جلوگیری شده است. تمیم حمید گزارش می‌دهد. شام دوم سنبله خبر بازداشت عبدالحمید شریفی عضو مجلس نمایندگان به اتهام حمل 200 هزار یورو پول نقد در بخش مهمانان ویژه میدان هوایی کابل پخش شد. آنم در اوضاع که هر مسافر عادی تنها حق دارد پول برابر با 10000 دلار آمریکایی را انتقال دهد و این محدودیت حمل پول برای تاجران مسافر که جواز رسمی داشته باشند تا 20000 دلار میرسد. این خبر در صفحه رسمی فیسبوک میدان هوایی حامد کرزی نیز پخش شد، اما ساعت بعد عبدالحمید شریفی که رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز است در صفحه فیسبوکش نوشت که او میخواست به امارات متحده عربی سفر کند و خودش درباره پولی که با خود داشت و کارمندان یک شرکت امنیتی فعال در میدان هوایی اطلاع داده بود. وزارت امور داخله نیز بر درست بودن همین گفته‌های شریفی پافشاری دارد، اما رئیس دبیرخانه مجلس نمایندگان تایید می‌کند که پلیس میدان هوایی کابل شریفی را بازداشت کرده بود. از ریاست عمومی جرایم کشف وزارت داخله با ما به تماس شدند که یک تن از اعضای ولسی جرگه شما که آقای شریفی است، زمانی که اینا به امارات سفر داشتن با 200 هزار یورو اونا در اینجا دستگیر شده. هم سخنگوی وزارت امور داخله و هم عبدالحمید شریفی حاضر نشدند در این باره گفتگوی تلویزیونی داشته باشند. خودداریه که با وجود تاییدی این خبر از سوی دبیرخانه مجلس نمایندگان و پخش آن در صفحه فیسبوک میدان هوایی کابل پرسش برانگیز دانسته می شود. از اطلاعات دمی روزه اخیر بر امام رسیده بود که یک تعداد نماینده های مردم است که پول قاچاق میکنن، از طرف طلا میخرن میارن یکپا و در کل یک کار غیر قانونی است و وحشتناکشی است که از خانه ملت همچه یک کاری میشه. تنها میدان های هوایی کشور نه، بل بندرگاه های زمینی نیز از راه های شناخته می شوند که در سالهای اخیر از آنها برای انتقال غیرقانونی پول به کشورهای همسایه و سپس به امارات متحده عربی کار گرفته می شوند. هرات یکی از ولایت هایی است که به گفته مسئولان اتاق تجارت در این ولایت هر روز در حدود 1 میلیون دلار پول نقد از هرات به کشورهای همسایه قاچاق می شود. اشخاص افرادی که دست دارند اینا مافیایند، اینا وابستگی به هیچ کس ندارند، اینا یک گروهی هم، یک گروپی هم، اینا کار از اینا همی چیزه.
بر بنیاد آماری که در صفحه اینترنتی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی بانک مرکزی درج است، در سال 2019 میلادی تنها در میدانهای هوایی کشور جلو داخل شدن و یا بیرون شدن غیرقانونی بیش از 2780 معموله پولی، طلا و دیگر سنگهای گرانبها گرفته شد که ارزش همه آنها به بیش از 50,300,000 دلار می رسید. امرالله سالم و نخست رئیس جمهور رفتار دونالد ترامپ را در دنیای سیاست رفتار نرمال نمیداند. امرالله سالم در گفتگوی ویژه با تولونیوز تاکید می‌ورزد که نمی‌شود دونالد ترامپ را در سیاست معیار قرار داد. آقای سالم با اختلاف دیدگاه‌ها میان حکومت و طالبان در گفتگوهای سال نیز می‌پردازد و زمان بندی‌ها را برای پیشبرد این گفتگوها زیر پرسش می‌برد. در این باره هم تمیم حمید گزارش دارد. در حالی که نزدیکی واشنگتن با طالبان در ماه‌های اخیر همواره بحث برانگیز بوده است، امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور در گفتگو با تولو نیوز با سیاست‌های دونالد ترامپ در این باره به گونه دیگر می‌پردازد. ترامپ در دنیای سیاست یک پدیده از دید رفتار نو است. شما او را معیار قرار داده نمیتونه. رئیس جمهور امریکاست. هرچی که هست نو است. معاش شما را میتونه. نه، یعنی که درست، ولی امو اصطلاحی که میگن نیو نورمال یا نورمال نو، رفتار آقای ترامپ در دنیای سیاست رفتار نورمال نیست. وی زمان بندی ها را برای گفتگوهای سال هم به پرسش میگیرد. ما هیچ چارچوبه در قید هیچ زمان نیستیم. تا زمانی که مطمئن نشدیم که عزت ملت در این صلح تامین میشه، ما مطابق تقویم و تقسیم اوقات هیچ قدرتی به مذاکره تن در نمیدیم. اختلاف دیدگاه ها میان حکومت و طالبان در گفتگوهای سال نیز از مسائل دیگر استند که در این گفتگو از سوی امرالله صالح برجسته میشوند. یکی نقشه است که ما داریم، یکی نقشه است که طالبان دارن. درست؟ ما با این پیش فرض نمیریم که حتما رای حل ما را طالب بپذیره، طالب رای حل شما بپذیره. اما اینجا وقتی که ما میگم که نظام باید حفظ شوه، این نظام معنایش معارف است، معنایش اقتصاد است. ببینین طالب ها غیر از جنگ هیچ نوه تا امروزه. دو سفر راجع به اقتصاد اینا در منفستشان شامل نیست. در همین حال اگرچه این مقام حکومت افغانستان از پیشرفت‌ها در روابط میان کابل و اسلام آباد یاد می‌کند، اما پاکستان را همچنان یک مشکل می‌داند. من یک اسناد 30-40 صفحه‌ای را یک دو سه ماه پیش به دست آوردم. مباحثات امنیتی پاکستانی‌ها راجع به آب است. راجع به آب. مثلا یک برداشت غلط دارن. میگه اگر افغانستان ثبات پیدا کرد، دریای کنرک اونا دریای چترال میگن. بالای ما میخوش کنن و رشد اقتصادی ما سال 3% پایان می. با او خاطر ما باید اجازه ندیم که دولت هیچ وقت در افغانستان قوی باشه. درباره این گفته های معاون نخست رئیس جمهور دیدگاه های گوناگون ابراز می شوند. حکومت چه ده ملت استازه ده؟ دوی باید په خپل خبرو که ده ملت گتی په نظر که اونی ولشی. نه شخصی یا گندی یا احساساتی خبره. نن دنیا یو کلی ګرځیدلی په دې شک نشته چې امریکا د افغانستان په وسینی نظام راوستلو جوړولو کې سرمایه گذاری کړي. دا سیافتن به سر مسلزم یک اراده سیاسی است. هنوز هیچ یک از طرف ها به شمول حکومت و اراده سیاسی لازم بر رسیدن به صلح نشان نداده و ای امون اوج بی‌اعتمادی را نشان میده. با این حال امرالله صالح بدین باور است که کابل به واشنگتن هم توانسته است تا اکنون در بخش‌های زیاده موفقانه عمل کند. اعضای هیئت گفتگو کننده طالبان برای گفتگوهای میان افغانان برای نخستین بار نشست خودشان را در قطر برگزار کردند. طالبان میگویند که این نشست دیروز به رهبری ملا عبدالغنی برادر برگزار شد و در این نشست مولوی عبدالحکیم حقانی همچون رئیس هیئت گفتگو کننده طالبان و محمد نعیم وردک همچون سخنگوی این دفتر به اعضای این هیئت معرفی شدند. در این گزارش به کیستی و پیشینه های کاری عبدالحکیم حقانی و محمد نعیم وردک نیز پرداخته شده است. شریف امیری جزئیات را گزارش می‌دهد. مولوی عبدالحکیم حقانی پسر ملا خدایداد آخاند در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار زاده شده است و 53 سال عمر دارد. مولوی حقانی در زمان طالبان در دادگاه کندهار قاضی بود و در مدرسه های معیوبین در کندهار و مدرسه حقانیه در پاکستان آموزگار بود.
وی 5 سال پیش همچون قاضی القضات طالبان گماشته شد و گفته می شود که مولوی حقانی در این مدت دیدگاه های جنگ جویانه داشته است و در 5 سال گذشته بسیاری از فتواهای مهم درباره جنگ را صادر کرده است. او 3 روز پیش همچون رئیس هیئت گفتگو کننده طالبان برگزیده شده است. هیئتی که گفته می شود بسیاری از اعضای آن بیشتر از 40 سال عمر دارند. 7 نفرش در کابینه سابقه طالبان بودند، بعضشان رئیسان بودند، بعضشان قماندان های نظامی بودند. تنها کسی که از نسل جدید طالبان است انس حقانی، فرزند جلال الدین حقانی هستند. محمد نعیم وردک که همچون سخنگوی دفتر طالبان در قطر گماشته شده است 35 سال عمر دارد. او سند دکتراش را در زبان عربی از دانشگاه اسلامی در اسلام آباد به دست آورده است و در کنار عربی به زبانهای فارسی و پشتو تسلط دارد و زبان انگلیسی را نیز بلد است. آقای وردک پس از ایجاد دفتر طالبان در قطر مسئولیت روابط راهبردی و خارجی این دفتر را نیز بر عهده داشته است. طالبان پاست از ولی باندې قطر د دفتر د چارو په منظم کېدو د چارو د تنظیم او همغږي کارونه پر مخ وړي. طالبان حاضر نمی شوند که فهرست اعضای 21 نفری هیئت گفتگو کننده ایشان را با ما شریک بسازند. با آمدن شیخ عبدالحکیم که رئیس دارالافتا ایشان است، اونا فکر میکنم تا حد زیادی مشکلات داخلی خود از این طریق شاید حل کرده باشند. اما این گروه از صلاحیت های کامل هیئت گفتگو کننده ایشان به رهبری مولوی عبدالحکیم حقانی اطمینان می دهند و می گویند که 13 عضو این هیئت اعضای شورای رهبری این گروه نیز هستند. در این حال ریاست جمهوری میگوید که آمادگی ها برای آغاز گفتگوهای صلح در قطر نهایی شدن و در انتظار آماده شدن هیئت طالبان برای آغاز گفتگوهای میان افغانان است. در این حال منابع علت تاخیر در آغاز گفتگوهای صلح را مشکل مدیریتی در هیئت طالبان و نیز مطرح شدن خواستهای دو طرف در مذاکرات میان افغانان میداند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا و کانادا از طالبان خواستند تا به خواست مردم افغانستان و سازمان ملل از بهر برقراری آتش بس فوری پاسخ مثبت دهند. انیسه شهید گزارش می‌دهد. در حالی که مشکلات فنی در قطر یکی از علت‌های تأخیر در سفر هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به دوحه گفته شده است، اکنون ریاست جمهوری می‌گوید که این مشکلات فنی حل شدند. این مسائلی که مربوط به مسائل تکنیکی است، مسائل آمادگی است، تقریبا نهایی شده و ما امیدوار هستیم که طالبان هم تیاری‌های خود تکمیل کرده باشه که پروسه حیات ما بره بخیر. یک عضو هیئت گفتگو کننده میگوید که آنان با آغاز گفتگوها با طالبان آمادگی کامل دارند. چندین روز بعد از ما انتظار پرواز داریم. ما پیوسته گفته میشه که جانب تحریک طالبان به عبارت هم هیئت موظف تحریک طالبان که در قطر هستند آنها هنوز آماده نیست. هیئت کی مدیریت تغییریدل او نوی اشخاص و افراد هیئتونو ته داخلیدل دا په خپل مدیریتی پروسه غټوی او کسان چې نوی الترازی هغه تبید چې د مذاکرات او په ایجنډا باندې د هغوی په هوای هغوی سره خبرې اترې کول او بل اخره چې کوم غوښتنې د افغان حکومت دی او کوم غوښتنې چې د طالبانو دی په غیمه د نوی پلاوی خبرې هغه په هول ډېر مهم دی. در این میان منابع تاکید حکومت را بر برقراری آتش بس و احتمال مطرح شدن حکومت موقت را در جریان مذاکرات میان افغانان از چالش ها در برابر مذاکرات میان افغانان می دانند. مصالحه د عالی شورا مشر نن د افغانستان د سولې د پروسی او بین الافغانی مذاکراتو د پیل په اړه په کابل کې د ناټو ملکی سفیر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د اتحادیې اروپا د سرپرست او همدارنګه د روسیې له سفیر سره لیدکاته وکړه او د سولې د پروسې په اړه یې بحث وکړي. با این حال اتحادیه اروپا و کانادا در اعلامیه مشترک ادامه خشونت ها را راه حل نمی دانند و می گویند که حفظ دستاوردهای حقوق بشری و دموکراسی پیش شرط برای ادامه کمک های مالی و حمایت سیاسی جهان از افغانستان بوده است.
دفتر معاون نخست ریاست جمهوری میگوید که برای آزمایشی توزیع بیشتر از 240 میلیون دلار کمک‌های دسترخوان ملی در 4 ولایت آغاز شدن و به‌زودی در ولایت‌های دیگر نیز این برنامه عملی خواهد شد. اما شمار از اعضای مجلس نمایندگان این برنامه را سرقت پول مردم از سوی چند تن میگوید و تاکید می‌ورزند که توزیع این پول پس از رد آن از سوی مجلس نمایندگان خلاف قانون است. ادامه خبرها از طلو و طلو نیوز. 100,000 تن از مخالفان حکومت در بلاروس دست به اعتراضات زدند. معترضان با ریختن به جاده های شهر منسک پایتخت بلاروس خواهان استعفای بیدرنگ الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور از قدرت شدند. در این حال از بازداشت 200 تا 600 تن از معترضان به شمول چند رهبر مخالفان مصالحه دولت از سوی نیروهای امنیتی بلاروس گزارش شده است. پس از اعلام نتایج جنجال انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، مخالفان حکومت یکی از بزرگترین اعتراضات را در شهر منسک راه‌اندازی کردند. معترضان یک خواست دارند، کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از قدرت. من اینجا هستم تا موضع مدنی خود را در برابر لوکاشنکو به خاطر انتخابات تقلبی و رفتار او با شهروندانمان ابراز کنم. در کنار منسک در شهرهای بزرگ دیگر بلاروس نیز روزانه بر شمار معترضان افزوده می شود. در همین حال از بازداشت 200 معترض از جمله 100 تن در شهر منسک از سوی نیروهای امنیتی بلاروس گزارش شده است. معترضان حتی در نزدیک محل اقامت الکساندر لوکاشنکو اعتراضات کردند. چرا مردم به اینجا می آیند؟ زیرا آنان عصبانی هستند درباره مردی که به طور غیرقانونی در قدرت باقی مانده است. بلاروس 5 هفته است که دستخوش اعتراضات در برابر نتیجه انتخابات است که برندش الکساندر لوکاشنکو اعلام شده است. کسی که از 26 سال در قدرت است، حکومت او تقلب در انتخابات را رد می کند و می گوید که کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا در تلاش تغییر رژیم در بلاروسند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. نزدیک به 300 مسلمان روهینگیایی در یک ساحل اندونزیا پیدا شدند. مقام های اندونزیایی می گویند که اینا در قایق ها به گونه قاچاق وارد اندونزیا شدند. صدها هزار تن از مسلمانان روهینگیایی میانمار به علت سرکوب ارتش بودایی این کشور ناگزیر به فرار از میانمار شدند. رئیس جمهور ایالات متحده و پادشاه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کردند. رسانه های عربستان سعودی گزارش می دهند که ملک سلمان در این تماس تلفنی گفت که ریاض بدون کشور فلسطین با اسرائیل رابطه برقرار نمی کند. یک طوفان بخشای از ژاپن را در نوردید. مقام های ژاپنی میگویند که این طوفان از جنوب این کشور در حال رسیدن به کره جنوبی است. این طوفان سبب زخمی شدن 32 تن و قطع برق صدها هزار خانه در ژاپن شده است و بیش از 300 پرواز در کره جنوبی نیز از ترس این طوفان ملغا شدند. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. ریاست زراعت ولایت هرات میگوید که امسال برداشت برنج در این ولایت 25% افزایش یافته است. مسئولان این ریاست میگویند که بر بنیاد پیش بینی ها قرار است امسال بیشتر از 60,000 تن برنج در این ولایت برداشت شود. در این حال شمار از کشاورزان در ولایت هرات میگویند که به علت فراوانی آب و کاهش آفات های نباتی حاصلات برنج امسالشان در مقایسه با سالهای پیش افزایش یافته است. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش فرستاده است. کشتزارهای امسال شالی در ولسوالی گذره هرات سبب دلگرمی کشاورزان این ولسوالی شده است. کشاورزان امیدوار هستند که برنج خود را با باهای مناسب در بازارها به فروش برسانند. کشتگالا که فضل خدا خیلی خوبه، از سالی که باز به این بند سلمه شده او فراونه هنه گندم که میکنیم با تکشت شیلی هم میکنیم، شیلی هم جواب میده. دیگه سالا که میکشتیم ما همه گونگگ میشد، آبیایی میسوخت. امسال که ما اجاد به ماشین نکرد او فراون شد،
اینا بسیار شلی خوبی هم سردی هم لافر. شلی های امسال پیشتر جواب میداد نسبت به دیگه سالا میتونید جیبی دو نیم خروار دو خروار میتونید جواب میداد. دیگه سالا میسخت ور میفتاد او نبود خوش سلی بود. ریاست زراعت و بیاری هرات میگوید که امسال برداشت برنج در ولایت هرات 25% افزایش یافته است و یکی از علتهای افزایش حاصلات برنج آب فراوان برای شالیزارهای این ولایت است. حاصل پیش بینی ما حدودا 60,000 تن حاصل پیش بینی در ولایت هرات می باشه که به مقایسه سال قبل سطح کشت ما حدودا 11,000 هکتار بود و تولید مجموعی 45,000 تن. برنجای محلی همون خصوصیات بومی خود را حفظ کرده و از لحاظ صحی نسبت به برنجای وارداتی بهتره. بیشتر کشتزارهای برنج هرات در چند روستای ولسوالی گذره در نزدیکی دریای هری رود واقع شدند. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، ولسوالی گذره هرات. ما این هم نرخ شما را از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 76 افغانی و 40 پول، یک یورو 89 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 455 افغانی. دومین روز رقابت‌های لیگ برتر کرکت شپگیزه از بامداد امروز با انجام دو دیدار برگزار شد که در مهمترین آن دو تیم کرکت آمو و اسپینغر در برابر هم وارد رقابت شدند که در فرجام بازیکنان اسپینغر با از دست دادن 6 بازیکن و با کسب 151 امتیاز حریفشان را مغلوب کردند. در این دیدار کریم صادق خوب درخشید و در 4 اور بازی با دادن 15.5 ویکت به دست آورد. در دومین بازی تیم بست کابل بازان را شکست داد. بعد دنبال از سرگیری فعالیت های ورزشی پس از وقفه 6 ماه به علت تهدید ویروس کرونا، نخستین کارگاه آموزشی درجه سی مربیگری آسیا میان مربیان فوتبال کشور در کابل برگزار شد. مربیان فوتبال کشور برای 13 روز در این کارگاه آموزشی شیوه های تازه مربیگری را فرا خواهند گرفت. تیم فوتبال آریانا در یک بازی سخت حریف خودش لیلا دورک را با نتیجه 3-2 شکست داد تا 3 امتیاز مهم این بازی را کسب کند. این دیدار در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ 4 سویدن برگزار شده بود. به حال توجه کنید به چگونگی هوای پایتخت و چند شهر دیگر کشور. آب و هوای کابل و چند ولایت دیگر. کابل فردا آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین آن 15. پروان فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین آن 16. بلخ فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین آن 17. ننگرهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 25. کندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 17. هرات فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 10. کندز فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 16. این بود خبرها تا این ساعت. توجهتان جهان و سپاس. وقتتان بخیر. خداوند بزرگ نگهدارتان.